برویم منتظریم والا. آره والا به خدا میشه آیا که از این خونه بریم والا. آره والا به خدا راضی از زندگی و سرخوش و خوشحالیم هممون دختر دم بختی ره بیست سالی خوش و خوشحالی زیر بیست سالی خوش و خوشحالی زیر بیست سالی اگه هر قسمت من که شب تا صبح رخت بدوزم یا بشینم سر هم صبح تا غروب دست بشورم یا که جارو بکشیم تو هبن گوش بکوبیم یا که سبزی پاک کنیم با توی زندگیمون چیزی ما کم نداریم دیگه ما غم نداریم زندگی رو دوست داریم قربونت ای خدا جون چشم بد از ما دور چشم حسد بشه کور یقین دارم آخر کار همه میشه جور خدا به خود امسال خواسته کار میکوبه در حیاتو با پول میبنده دهنی بابا تو سالی دیگه تو خونه یه شوهر هستی یه بچه تو یه بغل مادر هستی سالی دیگه تو خونه یه شوهر هستی یه بچه تو یه بغل مادر هستی الهی که قربونت برم الهی تصدقت بشم والا وای بسته دیگه سرمون برده مگه ننت مرده رجب جون عشق لیلا منو دیوانه کرده خب برو دیوانه خونه آخ که بیچارم کرده خب برو بیچاره خونه چی کار کنم تو میگه چی کار کنم کم چاره الان یه ساعتی که از دور گذشته روز بزرگی دارن نصف روز کوچیکه رو میخوره تو هنوز میگه چی کار کنم خب معلومه دیگه باید بریم قهوه خونه کنیم دیگه هم گوشت رو بکنیم به 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 چه دیزی ببر بی قربون دست پختت برم دای رمزو ببر بابا قربون شما ببر ما یادو ماشالله خدا دیدم از وحش تماشایی یا زیبام شده ای ماه من آفت جان فتنه دل ها شده ای تو پری بنده تر از ماهی و من میدانم ایدون بی سبب نیست که این گونه پری با همان آماده
آری با گرمی آغوشم لب گلگونم مایه گرمی آوازم غزل هام شده ای آقا جون دایی لمه جون بله بیا اومدم اومدی لیله جون بیا بده من زم مادرم گفت وقتی خواستی بیای خونه یه خورده میوه بگیر بیا رجب لیلا از اون ریشای سفیدش خجالت نمیکشه زلیب مرده حتما منیر منم باشه الان میرم باشه قربونت میرم راجب منم با لیلا حرف بزنی آمه میر داره ببین چجوری به دختر خیره شده آره آبا چکیرش را افتاده من نمیدونم این کبیری با این سن و سالش از من چی میخوام بابا محل نه دلو دلو سلام حال خوبه بر نیستم تو چجوری منم بد نیستم با مادرت حرف زدی؟ آره حرف زدم اون گفت من حرفی ندارم تو زن رجب بشی خوب دیگه کار تمومه اما مادرم گفت رجب باید اول یه تیکه گلیم و چند تیکه اساس خونه درست کنه اون وقت ای بابا مادر تو چی توقعی بی جایی داره لابا فردا میگه من خونه دربت تو یه اتومبیل هم برای بخرم نه رجب جون مادر من همچین انتظاری نداره خودت فکر کن ببین آخر رو زمین خالی که نمیتونیم زندگی بکنیم راست میگی ای خدای بی پولا چطور میشد که از اون خزانه غیبت یه هزار تومن به من میدادی تا من با اون ایشونم عریضی کنه من حتی هزار تومن پول خواستم تو مستفاده جون به من میدی بابا اومد اومدم بیا دختر بابا جون یادت نره خدا خدا به همراه گلو بابا دیزی یخ چه دوشم با دختره هم میزدم آن خوب لیلا جون منو دیدی آره دیدم اش تو بمیدی راجب من باش آره آره خیلی دیدم قربونت بیرم رجب جون دایی رمزون بگو یه خودی سبزی خوردم بیاری مشرم زون دایی رمزون قربونت برم دوست دارم چاکرتم یه خورد سبزی خوردم یا قربون اون هیکل شاخشیم شده ناجس من یه ساعت منتظر تو شدم دیزی رو نخوردم اما تو ندونست دو دقیقه خیلی که تو نگه داری من که دیزی نخوردم مرد شروع شکم گنده تو ببره اکبر آقا راست میگم آمیرزا خاطرخواهی لیلا دختر دایی رمزونه والا ما یه چیزایی شنیدیم یه دفعه رفته خواستگاری جواب رد بشه خوبه با این سن و سال خجالت هم نمیکشه لیلا جای نوشه قربونی دستتون دایی جون حال احوال ما رو نمیپرسی من همیشه جویای سلامتی شما هستم قربون تو میخواستم امروز بیام خونتون بیشینیم با هم دیگه خورده حرف بزنیم آره من میخواستم بیام خونتون کوفته چیزی بخورم آمیرزا که ندید با یه لقمه غذا بخوریم تشریف بیاری قدمتون روی چشم اگه بخوام همینجا میتونیم صحبت کنیم ای بابا هر موقع که اومدیم اینجا ماشاءالله اینقدر سرت شلوغ بود که نتونستم یه روز که تو رو نمیبینم اون روز به من هزار سال میگذره به منم همینطور عزیزم دیروز کجا بودی؟ من دیروز تو کارخونه بودم همه این تراشم اینه که زندگیمو سر و سامانی بدم و دست تو بگیرم تو رو ببرم پیش خودم لیلا خیلی دوست دارم خیلی چی عزیزم چرا ناراحتی؟ هیچی فکر میکنم اگه یه وقت اتفاق بیفته و نتونم تو رو ببینم از قصه میمیرم چه اتفاقی؟ هیچ قدرتی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه من نمیدونم چرا اینقدر دلم شور میزنی احمد اگه بند از بندم جدا کنن اگه شکنجم بدن اگه بمیرم غیر ممکنه من زن کس دیگه ای بشم لیلا من فکر میکنم تو چیزی رو از من پنهون میکنی واضح حرف بزن الان که رفتم پلوی دیدم باز اون پیر مرده اونجا بود همونی که میگفتی؟ آره همون اونجا بود خب باشه آخه میترسم اینقدر وسوسه کنه تا بابا مینو رو اقفال کنی یه وقت میبینی بدون اینکه ما متوجه بشیم و بفهمیم کار از کار میگذاریم
لیلا، هر طور شده با هر وضع ناراحتی که شده باید بسازیم. هر اتفاقی هم که برات افتاد به من خبر. خیلی خوب احمد. این دستگاهی رو که من برای کارخونه اختراع کردم، بیشتر از اونی که روش فکر می‌کردم، برای من موفقیت و ثروت به همراه داره. اون تا دو سه ماه دیگه باید صبر کنی. اون وقت وضع من روشن میشه و از این زندگی نجات پیدا می‌کنی. هر چی که تو بخوای، هر چی که تو بگی احمد، همون کارو می‌کنی. فردا بازم می‌بینمت. لیلا، آه مادرم اومد. لیلا، اونجا چی کار می‌کنی؟ هیچی، نزدیک بود غذاها بریزه. داشتم درستش می‌کردم. لیلا بابا جون برو در بابا. چشم بابا. چه خبرت دارم میام دیگه. دلم قلی ویلی میره، گمونم دختره منو میخواد. آره تو بمیری بازم نمیره. چی کار میکنی باید دقیقا در ندن؟ در مردم شکوندی، ببین اینجوری در میدنم. سلام عرض میکنم لیلا خانم، حال شما خوبه؟ مگه تو دکتری؟ نه دام پدش کنیشون. با کی کار داری؟ دایی رمزون خونه است؟ بله. بریم تو. تو چی رو بریم تو؟ کجا داری میری؟ همینجوری سر تو انداختی باید میری تو خونه من تو؟ اول باید من برم. تو بری، قبرستون بری. بابا ما با دایی رمزون این حرفا رو نداریم. خودمونی هستیم. آره خوش آمدی. سلام دایی رمزون، التماس دعا داریم. انشالله که زیارت کربلا بری. من شب و روز دعا میکنم که به مراد دلت برسی. تو هم سر نماز منو دعا کن که منم به مراد دلم برسم. پدر زن آینده عزیزم. بله بله، نفهمیدم چطور شد؟ چه خال خوشبعدی؟ شما هم اینجایین؟ سلام از میکنم بطل خانم. بفرمایین تو. چی رو بفرمایین تو؟ اصلا اینا واسه چی اومدن اینجا؟ زن آخه بگه بدن جو واسه دریا جلو در همسایی که نمیشه حرف زن. اگه ما از کسی خورده برده داریم، لاباد آقا تشریف آوردن شر برای اون دفعه رو تکرار کنن، از لیلا خواستگاری کنن. بله؟ خب بله دیگه، مگه من کمه؟ آخه پیر مرد فکستنی، از اون موهای سفیدت خجالت نمیکشی؟ دیگه پس لبه گوره رنگش میکنه. آخی زم بش کن، هرچی باشه اینا مهمون من، مهمون حبیب خدا. این حرفا رو واسه من نزن، من جنازه ای لیلا رو نمیذارم رو کوله این. آخی تو چقدر سنگدل و بیرحمی، وقتی دایی رمزون حرفی نداره من دومادش بشم. شما هم رضایت بدین دیگه. آره راست میگه، من غلط کردم، به گور پدرم خندیدم، حالا بهتون احترام گذاشتم، گفتم به فرمایی تو روتون رو زیاد میکنین. بابا ناراحت نشین، تو حیات که نمیشه حرف زد. بله بفرماییم بریم تو، منزل خودتونه. بدر خانم نهار چی داری؟ کفت. اخ جون کفتی داری، کفتی، گشبونی کفتی. بگیر ایلا درد نکنی. ایلا جون قربونه اون قدرت خیره. خبه شو آکله. بایی با چش در اومده، چقدر پروه داره دختران رو میخوره. چی شده بدر خانم؟ بابا تو رو خدا ما رو اذیت نکنین، یه کلمه بگین آره و جون ما رو خلاص کنین. بابا برو برم. بابا برو برم. بابا برو برم. بابا برو برم. من عاشقم. بابا آش باخته هم. تا هم که همش فکر شکم کار خوردت. بابا زنده با تو عاشق شدی کدش رو عدم درم من میکنم. آقا من چیکار کردم که این وطن مثل گوشت کوبیدم میکنم؟ تو هم بیکاری عاشق شدی، برو دیگه. باید که باید که الهی که به درد من گرفتار شی تا بفهمی که من چه میکشم. آه خدا خودت منو درد به همین زدی. امیرجا جون تو به میری داد مستجاب شد، آب روشناییه. بابا جون مگه کوری؟ پایین رو نگاه کن، اون وقت برید.
حالا این آب بود یا نجس؟ آمیزه جو بیا بریم، خدا از ما برگشته. اگه دقیقه دیگه واسی با از آجمون سنگ میبونه دو سرمو بی بریم. بریم دنیا تنها شدن رجب جو، من از گسی لیلا نمیتونم تو این شهر بمونم. بیا سر بذاریم به کوه بیابون، بریم ببینیم سرنوشتمون چی میشه، بریم یه شهر دیگه، بلکه کاربارمون بهتر بشه. آخه آمیرزا جون، اگه تو عاشق شدی و از زندگی سیر شدی و میخوای خودتو آلاخون بلاخون بکنی، من بدبخت چه گناهی کردم؟ جون خدا، جون و عشق لیلا، این 7-8 سال حقوقی که من ازت طلب کنم بهم بده، بده برم دنبال کار بدبختی. تو رو به خیر و ما رو به سلام. بهه، پارسال 14 تومن بهت دادم، بازم از من طلبکاری میکنی؟ نفهمیدم، پس این 4 ساله که میگفتی بلاد جمع میکنم تا همیشه تو با منیر را بندازم گولم میدادی؟ الهی که خیر از جوونیت نبینی، من که شیرم و حلالت نمیکنم. من رفتم. رجب جون، من فکر نمی کردم که تو بعد از 20 سال، الان که از همیشه بدبختر و از همه جا رونده مونده تر شدم، منو تنها بذارید. آخه من بدون تو چی کار کنم؟ های 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 های
مجنونم کردی. دوست تو هستم تو هم اینکرد میدونی رو من همش رو من خراب میشی. تو باید منو کولم کنی. آیا خدایا یه نظر لطفی به این بنده های ضعیفت بکن. در این دم آخری که داریم میمیرم اقلا منو نجات به دو آمیزده رو بیامرز. رجب رجب مثل اینکه صدای آب میاد کو. تو چیزی میشتی؟ کو. گوشای کری تو واکن ببین. بابا آمیزده داری خواب ببینی نبج آخری رو میکشی و داری عزیون میگی. مثل اینکه یه چیزی ها خوشو بریم به نظرم صدا از اون طرف زبان آمیزا سب کنه اول من بخورم تو تمومش میکنی. نه تا تو میدارم نه اون برمونی لحنت بریادی نور که من پشت منم خلق کردم. آمین تو تو اون طرف علف دارید دبو کنم آبادی باشی. علف کردم اون طرف رو بگم به اون دستتو به من بده. شنو بلدی؟ آبه آبه من افر شنو کردم سرابه اما نه حاله ببینم تو آبه رسیدی های من افر شنو کردم مردم از بس دارم میترکم. حالا شکم سامردم اونه چیکار کنیم؟ من که از گشنگی دارم نفله میشم. حمیدا حمیدا جون میگم که کاش که تو گاه بودی و منم گوشتاره. اون وقت یه شکم سیر میتونستیم این علفا بخوریم. حالا که نشدیم چه کار کنیم؟ امیدا فهمیدا چیزی رو فهمیدی؟ ماهی میخوریم؟ بله داشتیم. حالا شوخیت گرفته نکنه زده به سره. الانه بهت میدم برمیخوری؟ الان بهت میگم بده اینه درست پیش بکنم. الانه حسابی سیره میکنم. گلاهی با امید تو دل خوشی داری بابا. امید جا پاشو پاشو یه ماهی گرفتم. دیون من راست میگی. امید جا عوض ماهی یه لگه کم چه گونه گرفتم. فعلا پاشو اینو بخور تو ماهی بگیرم. برو بابا خودتو مسخره کن. اوه جون این دفعه دیگه گرفتم. گرفتم باشه تو رو خدا نگاه کن ببین چه ماهی گنده ایه. بل کن بابا ماهی رو درست کن. انگوشتر به چه درد میخوره؟ من از گشنگی مردم. بیبی امید تو چه انگوشتر قشنگ بیبی بذار ببینم چه درد کثیفی.
مثل اینکه یه چیز روش نوشته. نکنه این نوشته نشونی یا رمز گنج چیز باشه. راست میگه آمیردو، شاید خدا دلش با حالمون سوخته خواسته پولدارمون بکنه. سب کن ببینم روش نوشته. خب 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 خمبو خمبو روش نوشته خمبو. خمبو 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 خمبو. من که اینجا چیزی نمبینم. چه دودی بلند شد. ایتا اینجا رو نگاه کن، هرچی ها زیر سر یه انگوشته رست. نگاه کن رجب، من که چیزی نمبینم. آمین تو بی خودی داری حرف مو چی بگی بابا؟ مگه دیوونه شدی؟ من غلام شما هستم. چی؟ وای 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 شوی نمیردم چی؟ بور بور الان ما رو مورد کنه. بزن من برات مدعیت هم بایر کن. های تکلیل شما دیدم مدفت هم جلو گولن بگیر. اونو بجا رار کردم جلو شو بگیر. عشق لیلا پاک دیبونش کردی. حالا چجوری بگیرم ببرم ایش دیبونه خونه؟ وای آخیش از دست اون گول بیابونی راحت شدم. الحمدلله خدایا شکرت. مرزا مرزا از من نترس. من خودم تو هستم. چی رو نترسم؟ دارم میلرزم. بیدار وای خدا جون، این چی بود دیگه؟ چی گیری افتادم؟ آمیرزا وای وای لیلا تو اینجا چه کار میکنی؟ اومدم پیش تو. آخ لیلا جون تو فرشته ای، بالاخره فهمیدی که من تو رو از همه عالم بیشتر دوست دارم. میبینی که به خاطر تو به چه روزی افتادم. لیلا بیا عزیزم، تو احتیاج به استراحت داری. اوه عزیزم تو چقدر خوبی. من از اول میدونستم که تو هم منو دوست داری. پدر و مادرت بی خود با ما مخالفت میکردن. لبو رد کن بیاد ببینم. بای خدا جون به دادم برید. ای رجب جون بودا نجاتم بده. این دیگه چه لیلایی بود؟ خوش کن چی رو خوش کنم؟ بول بیابونی بلم کن بلم از من نترس. خوش کن چی بهت بکم؟ من غلام تو هستم. من غلام این انگشترم. اختیار داری؟ من خودم نوکرتم، نوکر پدرتم، کلفت مادرتم. تو رو خدا دست از سر من بردار. از جون من چی میخوای؟ درست به حرفای من گوش کنید صاحب من. من غلام این انگشتر هستم. آخه تو چطوری غلام این انگشتری؟ من یکی از غلامان حضرت سلیمان هستم. سالها پیش به دست جادوگری اسیر شدم. چون از دستورات غیر انسانی و ظالمانه اون سرپیچه کردم، منو تلسم کرد و رمز آزادیمو روی این انگشتر حک کرد و به رودخونه انداخت. انگشتر دست هر کسی که باشه، من مجبورم غلام اون باشم. اون حالا دست شماست. هر امری که داشته باشین از جون و دل براتون انجام میدم. تو رو خدا راست میگی؟ بله صاحب، میتونین امتحان کنین. بعد از اینم برای این که از من وحشتی نداشته باشین، به همین اندازه معمولی در خدمتتون ظاهر میشم. خب چی کار میتونی برام انجام بدی؟ هر کار و هر چیزی که بخواین در آن واحد براتون انجام میدم. خب حالا من چی میخوام؟ من خیلی پیاده راه رفتم دیگه، پام جون نداره. اگه راست میگی یه اولاق واسه من حاضر کن ببینم. ای وای خودت جون ای خوب من نوکرتم، چاکرتم. ای خودت جون رجب جون اولاق جون رجب جون اولاق جون اولاق قرد سفر بود اولاق جون رجب جون رجب رجب جون من دیدم تو نایمدی گوشتم بوشتم تو رو خوردم. الان میرم یه دونه دیگه واسه میگیرم. لازم نیست. نه خیلی تو پاک دیوونه شدی. بیا گوشت نگیرم، من چیزی چو نخوردم. چی؟ نفهمیدم این اولاغه را از کجا دزدیدی؟ دزد خودتی؟ خیلی خوب بابا ندزدیدی، از کجا کش رفتی؟ از کجا کش رفتم؟ آقای قولی و اولاق آخری سیستم برای شاگردم جور کن ببینه. نه خیر، اگه به دیوونگی چک داشتم حالا دیگه یقین پیدا کردم. تو جادوگری، تو جادوگری، یه بلا ملای سر آمیزه آوردی و خودتو به شکل اون در آوردی. آره؟
ای نوگلو، مگه اون تو رو نمیبینه؟ نه خیر صاحب، فقط کسی منو میبینه و صدای منو میشنوه که این انگشتر در دستش باشه. آن ببین این انگشتر که تو شکم ماهی پیدا کردیم یه غلام داره که از غلامان حضرت سلیمان بوده. غیر از منم که صاحب انگشترم هیچ کس اونو نمیبینه و صداشو نمیشنفه. حالا هر آرزویی که داشته باشی من بهش میگم برآورده میکنه. جوری من راست بر بای خاک پدرات راست میگم. خب پا حالا که اینطور رو اینقدر خرید میره بگو ما خیلی گشنمونه. یه خورده کوفته موفته پلوم ملو مکچور حاضر کنه ما بخوری. آخه میدونی بعد شب وقت گشته که یه شکمی از ادا در بیاری. همین که این گفت حاضر کن. چی حاضر کنم؟ خونه هاشی خونه هاشی خونه هاشی خونه هاشی خونه هاشی خونه هاشی در بومیده. نفس افتادم هم بز خوردم. من تو نهار هفت ما بخورد. مگه تو هفت ماه به دنیا آمدی؟ آره من نمیدونستی. فشار نده. از بز خوردم نمیتونم دیگه تکون بخورم. پاشو یه خورده آب بردی بیا من دستامو بشورم. عجب روی پیدا کردی. تو میخوای دستاتو بشوری من برم آب بیارم. آره بابا. بیار رو این دست. بولمکی ها. اما بولمکی شما قربون شما گفتنت برم من قربونه برم بلور بلور قهوه ایه نه قربونه برم این قبول مگونی کجا نه. خب حالا باید چی کنیم؟ هرچه که صاحب
کجا رفت گل؟ باریکلا آفرین زنده باشی. ببینم آمیرزا با چه حرف میزنی؟ به اون بگو بازم این کارا بکنه، من خیلی خوشم اومد. خیلی خوب خوب کمبو، گفتی دیگه چه کارایی میتونی بکنی؟ صاحب، غیر از سه چیز که از حریم قدرت من خارجه و نمیتونم انجام بدم، هر چیز دیگه ای که بخواییم براتون حاضر بگو میکنم. ببینم اون سه چیز چیه؟ متاسفم الان نمیتونم بگم، بعدا خودتون متوجه میشین. اون کیه داری با این شهر بیدنی؟ همون گولت چرا من نمیبینم؟ خب مهم نیست، میونه این همه چیزای خواستنی که تو دنیا هست آدم اون ستا رو میخواد چیکار کنه؟ امیدوارم که اینطور باشه. پول که جز اون ستا نیست. نه خیر سرور من، هر قدر پول، طلا، الماس و مرد که بخواییم براتون در یک آن فراهم میکنم. وای خدا جنم، قربونت برم. ببینی رجب، ما بعد ازه میتونیم حساب پولدار بشیم. کمبو بله قربان، من میخوام ثروتمندترین مرد روی زمین بشم. میخوام چنان مال و مکنت داشته باشم که قارون زمان خودم بشم. میتونم بشم؟ میخوام قارون بشم. قارون ای خدا من خیلی بزنی هم خواهد من نفهمیدم کجا هستم. ببخشید سلام قربون برم، بسی دستتو موج کنم قربون بارو من کنم. من تقصیر ندارم، همش تقصیر این آمیزای لعنتیه. اگه آمیزای لعنتی رو من کی؟ آمیز دو توی بچه رو ریشان درشی. الله اکبر جلال خونه. گوش کنین، رجب پیشکار منه، هر دستوری که اون بده مثل دستور خود منه. فهمیدی امیرزا چی؟ قارون بر اینجا جه رو بخور. فهمیدی قارون چی گفت؟ دست منه ماچ کن خاک بستن هنه نش خونتو درست کن. یه جنو دستی منو مشکو. اینجا چلی کفیشه نیام 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 خوری پلیت برم یه بده کنی بکنی. گوش کنیم وای به حال اون کسی که دست رو آده من در پیچی بکنه. ببینید بله ایوان دست منو بچ کن. بیتونی میگه بایتا هر کنیم دلیم بخواد بکن برو فهمی جون. دایی نمیزون، حالا دیگه واسه خودم یک کاره ای شدم، دستم به دهنم میرسه. اینه که حالا به خودم این جرأت رو دادم که بیام خدمت شما و بتول خانم. ببینم اگه اجازه بدین مادرم رو برای خواستگاری لیلا خانم بیارم حضورتون. باشه پسرم، مادرتو بیار، با امید خدا کارو تموم میکنیم. شما هم اجازه میدین بتول خانم؟ بله پسرم، ما لیلا رو به کی شوهر بدیم بهتر از تو. ماشاءالله الان واسه خودت کسی هستی، مخصوصا که من و مادرت هم با هم سری از هم سوایی. ما افتخار میکنیم داماد نجیب و سربراهی مثل تو داشته باشیم. کی از تو بهتر؟ کی از تو لایقتر؟ ما هر چی زودتر منتظر مادر. متشکرم. پس من دیگه با عزتتون مرخص میشم. خداحافظ. فرماسی. خدا بهم. نه خواهش میکنم زحمت نکشید. به سلامت خوش اومدید. از قول من به مادر سلام برس. قربان جینو بولو تخت تبارک میشی خیالتون آسوده باشه. قربان ما به دستور شما کلیه هدایایی رو که فرموده بودید فراهم کردیم. بقیه هدایا هم در طبقه ها چیده شده و توی حیات منتظر عوامل آمیزای بزرگ. قارون اونا رو به خونه دایی رمزون ببرید. زود باش بگو را بیافتن. بله قربان، این هدایا رو به دایی رمزون رو دلش بدین و لیلا دختر اونا رو برای ولی نعمتمون آمیزای بزرگ خواهد. قارون لیلا رو برای ولی نعمتمون جناب قارون خواستگاری کنیم. فهمیدین یا را بیافتیم؟ دود باشین به جنبین جلا بده من خودت برم اینا رو بگیر ببر. منم میام اونجا یه کارایی دارم. برو
میدم یه وقت کش نخورم. ببخشید منزل دایی رمزون اینجا؟ بله الان میگم بیا. اینا رو واسه دایی رمزون آوردن؟ نه بابا من آدرس هم از این اومدم. خوش به حال صاحبش. با کی کار داری؟ ما با دایی رمزون کار داریم. بله بله اینجاست. اشتباهی نایمدی؟ حتما با دایی رمزون کار داری؟ بله. صاحب کن الان صداش میکنم. رمزون چیه بابا؟ رمزون خبره. بیا ببین اینا کی هم که اومدن با تو کار دارن. آره زود باش بجوم دیگه. اینا رو چرا دارن میارن تو خونه؟ چی آخه؟ قربونم دیکه شدی هر چی دلت بخوام برام میخرم. هتل موبیل خونه دربد همه چی میخوام. یه کشه گنده مونده واسه بخرم هر رو ببرم تو دارنده رو دردش کنیم ماهی بگیریم بخوریم هر روز کوفته میکنیم. آخه این همه پول از کجا آوردی؟ سرکتری یعنی یعنی کسی نباید بفهمه تو این لباس باید حرفای گنده گنده بزن آجر. از وقتی که تو گم شدی اینقدر واسم خواستگار اومد اما من به هیچ کدومشو محل نداشتم. اینایی که من قربونه برم منم به دخترهای خوشگل مشکل و نقدی بختی خونه قارون اصلا محل نداشتم. حالا میخوام یه کاری کنم که تو رم بیارم پیش خودم. برو به مادرت بگو. خب پس من رفتم. کجا؟ به همین جوجی داری میری؟ حالا علال حساب یه ماش به من بده شب عروسی پام چند بده. نه نه ما میگم ما باش کنم. ای دست ازم بیمیم یکی قد بودا. من معمولیت دارم این هدایه رو از طرف قارون به شما بدم. دست شما درد نکنم و با اجازتون دختر شما لیلا خانوم برای ثروتمندترین مرد روی زمین خواستگاری کنم و از طرف اون از شما دعوت کنم که برای مذاکره به قصد قارون تشریف بیارید. قارون؟ سلام علیکم دایی رمزون. سلام علیکم بدجور خانو. حال شما چطوره؟ بفرمی بفرمی به قصد قارون خوش اومدی. بفرمی جون منو نمیشناسی؟ من رجبم دیگه عاشق گفته رجب؟ بله رجب بله اشتباه نمیکنی. درست خوب شناختی. بفرمی بفرمی جون بفرمی خواهش میکنم بفرمی ببری این چه مسخره درست با تو چش قربان ببری تو ببری با اجازه ببری تو ببری اینجا مال خودتونه تعجب نکنید جا یکی از دوازده قصر قانونه قصرهای بزرگتر و مجللتر از اینا هم هستن که بعدا بهتون نگید. رجب تو اینجا چی کار میکنی؟ والا حتما آمیرزا رو ول کرده اومده پیش قانون نوکره. خوب کردی رجب جون. اون مرتیکه بی سرپای دیوونه احمق خودش کی بود که تو نوکره بود؟ صد تا مثل اون باید نوکر تو باشه. درستی بر حق با شما امیدو که اصلا آدم نیست. تعظیم از میکنم قربان به قرون بزرگ تشریف فرما میشوم. سلام دایی رمزون خان خیلی خوش اومدین. شما هم همینطور بطل خانم بفرماییم بشنیم. من که گیت شدم اصلا هیچ سر در نمیارم. منم مغزم از کار افتاده دیگه چیزی نمونده که دیوونه بشم. رجب تو رو خدا بگو ببینم این قارون یا آمیرزای آمیرزای قدیم پرتش کردی بیرون و قارون حالا که میخواد دامادتون بشه. پس این همه پول و ثروت و قصر و تشکیلات از کجا آورد؟ وارد مقولات اصلا نشی. بچون غلط نکنم یه کاسه زیر بادیه هست اما رجب نمیخواد به ما بروز بده. ما به جای خیالتون راحت کنه بگو. ما گنج پیدا نکنید. بله نکنه گنج قارون رو پیدا کردی. چون که باشم بابا لیه نگاه
میکنن. شما به این کارا چی کار دارید؟ فعلا که بخ بهتون رو کرده دو در سیسته بجرد بیرو ملشم نکنید. مثل این که منو شناخته جناب آمیجا من خارون بزرگ. خب من دیگه الان هم پول و ثروت دارم، هم شخصیت و مقام و هم جاه و جلال. میخوام بعد از این شماها را هم جزء اعضای خانواده خودم بکنم. شما تمام عمرتون زحمت کشیدید، باید بعد از این تو ناز و نعمت زندگی کنید. سلامت باشید. خدا سایه شما را از سر ما کم نمید. میخوام دستور بدم در بهترین نقطه شهر بزرگترین و شیکترین قهوه خونه ها رو برات درست کنم. قربونو دهنتون بده. در ضمن یک منزل مجلل در بهترین محل خوش آب و هوای شهر براتون بسازن. دست شما درد نکنه. الهی خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. بتون خانوم و دایی رمزون مادر زن و پدر زن آینده منو ببرین اونطور که باید و شاید سر بعضشون رو درست کنی. یالا جون باشی ببرین یالا مدل کنی. خواهش میکنم بفرمایید. لطفاً بفرمایید. خواهش می‌کنم. یالا جود باشی. مدل کنیم. بجو ببریدشون همم سلامت کنیم. مرتب کنیم. بردنشون همونطور که دلشون بخواهش کنیم. مثل این که داره درست میشه. بله. خواهش شو. سلام. ببخشید. ببر میخواهش کنیم. اصلا به ریختش هم نمیاد جس کرده. بری خوش بریم خواهش میکنم. بری 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 بابا ماشالله جلال خاله قجب لعبتیه. خوب شدم. بچون توی چه مکش مرده ما شدی. شیطون تو هم خوب چیدی بودی و ما نمیدونستی ما ایفا باشا. تو هم مثل آدم حسابی ها شدی. مگه من حالا آدم ناحسابی بودم؟ کوتابیم بابا کوتابیم. مرگ خودم که ده همه چیگونوها رو افاش بسید هایی رو بگیم. من اینه بطول خلوم. ها؟ دیگه به من نگی بطولا. از این به بعد اسم من بپیه. اسم اینم رمزی. اوه بفرمایم بشین خانم بپیه آقای رمزی. بفرمایم من یه همچین چیزی رو تو خوابم نمی‌دیدم. کلک تو خیلی لبه بودی. جون من راست میگی؟ خودم ببینم یه بود به دب دادم دوشیدم بیاده کفکی تو بسیم من بیرون بخورم بود من. خب حالا دیگه دوماد شما از هر لحاظ از همه عالم سره. امیدوارم هرچه زودتر ترتیب عروسی من و لیلا رو بدی. بله بله ترتیباتون رو طلا بگیره. قربان من و لیلا کنیز خونزان شما هم. منم غلام شما هم. من میخوام کاری کنین که خود لیلا هم راضی به این امر باشه. من به شما قول میدم لیلا با جون و دل حاضر با شما عروسی کنه. غیر ممکنه. من به جز احمد با هیچ کس عروسی نمی کنم. مگه همین امروز صبح خودتون به اون قول ندادین که مادرشو بیاری اینجا خواستگاری؟ آخه دخترم تو که ندیدی؟ نمیدونی چه ثروتی، چه قصری، چه اتاقای مجللی، چه نوکرای دست به سینه ای. از شیر مرغ و جون آدمیزاد هر چی بخوای فوری برات فراهم میکنن. آخه قارون کجا؟ احمد کجا؟ مادر، من که نمیخوام با پول و مقام و شخصیت قارون زندگی کنم. من کسی رو میخوام که دوستش داشته باشم. اون قصر مجلل، اون جاه و جلال، اون بهشتی که چشمای شما رو خیره کرده برا من حکم جهنم. بهشت من همون اتاق ساده و بیالایش احمدی. خفه شو دختمق، دوره آخر زمان شده. حالا دیگه کارش به جایی رسیده که رو حرف ما حرف میزنه. تو باید زن قارون بشی. شما ها اگه منو تیکه تیکه من بکنین زن قارون نمیشم. پولای قارون چشمای شما ها رو کور کرده، عقل و انسانیت ها گرفته. واف 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 دختر سرسه زبونتو ببست. نمیخوام. شما ها چی میخوایی از جونه من؟ یه بود درازی میخوام اینقدر گریه کنم تا بمیرم.
بطول خانم اجازه است با لیلا بریم یکم هوا بخوریم. منیر جون یه خورده نصیحتش کن، بلکه هم سر خونه عقل بیا. خیلی خوب بریم بریم. از دست این دختره دارم دیوونه میشه. هیچ ناراحت نباش، این کار فقط به دست حمدالله درست میشه. اون کاری میکنه که لیلا خودش به این وصلت رضایت بده. راست میگه اسمت خانم جون؟ آره، خواهر منم یه همچین گرفتاری داشت، اون براش درست کرد. الهی خدا عمرت بده. خواهر می الان بریم پیشش. بریم قربون اون دستات وایسادی اون چادر منو بده. پاشو بریم پاشو. من نمیفهمم، ما که خیلی وقت حرفامونو تموم کردیم. من با مادرم قرار گذاشتم فردا بیایم کارو تموم کنیم. فردا خیلی دیره احمد، من گذشته باشی. احمد من غیر از تو این دنیا هیچ کس، اگه بخوان به زور منو به قارون بدن خودمو میکشم. ببین لیلا جون، من با دست خالی تو این کفه اعتراضو هستم، قارون و گنجشم تو اون کفه. من میترسم خدا نکرده یه وقت تو... اوه نه احمد، ثروت قارون که هیچ، اگه گنجای حضرت سلیمونم به من بدن از تو دست بر نمیدارم. لیلا جون وزنه ی عشق تو همه ی ثروت بی حساب قارون رو هیچ و پوچ میکنه. عشق من و تو مثل سپری ما رو در مقابل اتفاقات حفظ میکنه. احمد هر کاری میکنی زودتر، من خیلی دلم شور میزنه. لیلا جون زود باش، ممکنه این وقت مادرت بیاد، اگه ما رو ببینه خیلی بد میشه. شما بره خونه، من همین الان مادرم رو ور میدارم میام اونجا. برو روت هم صف بگیر. آجو این دوایی که بهت میدم حرف نداره، اینو به خود هر کسی که بدی تحت اختیارت قرار میگیره و هر چی که تو بخوای بدون اراده باشد انجام میگه. خلاصه مثل موم تو دستته. قربون اون دسته، شنفته بودم که دواهای شما محشر میکنه. بگی آجی، اما مواجه باش، این دواره به خود هر کسی که میگی نباید کوچکترین خراشی به بدنش بیافته، وگرنه بلافاصله اثرش از بین میره. خاطر جمع باشی، با این دوا داغ عروسی لیلا رو به دل احمد میذارم. بریم خواهر. آتی یواش، پولش چی میشه؟ ای با خدا مرگم، چی شد؟ پول داری خواهر؟ آره آره این داره داره. چقدر میشه آقا؟ 20 تومن قربونت برم. من 15 تومن بیشتر ندارم. بگی بگو خدا بده برکت بده. خدا برکت بده. خدا حافظ. خوش اومدین قربونی جفتتون. بیا خواهر. پسرم عجله نکن، بذار من خودم برم با دایی رمزون و بطول خانم صحبت کنم. بهشون میگم که اگه این کارو بکنن ممکنه باعث خونه دوتا جوون بشه. نه مادر جون، همینی که من بهت میگم. حالا را بیافت بریم بینم. خیلی خوب پسرم، من حرفی ندارم، میام. اما من صلاح نمیدونم الان بریم. حالا بریم مادر. خیلی خوب بریم، بریم ببینیم چی کار میکنیم. نگاه کن پدر جون، اونو بزنی درست میشه. آره همونه. آره آره بله. حالا این یکی رو بزنی. آخه فایده نداره، این رادیو اصلا دیگه به درد نمیخوره. رادیو بشد نگاه کن. حالا این یکی رو بزنی. اینم این یکی. بشین چایی تو. آره همونه. آخه لیلا جون چایی تو بخور. مرسی مادر. ببین دخترم، ما که بدیه تو رو نمیخوای. خب حالا هر کاری که خودت دلت میخواد ما همون کارو میکنیم. ناراحت نباش، چایی تو بخور. بس ببینم کیه در. بشین چایی تو بخور، من خودم میرم. نه مادر، من میرم، شما بشین. سلام. سلام لیلا خانوم، حالت خوبه؟ الحمدلله. مادرت خونه است؟ بله، بفرمایید تو. برم ببینم کیه. هرکیش داره میان. بفرمایی تو. خواهش میکنم، بفرمایی تو. سلام علیکم بطول خانم. سلام دایی رمزی. سلام علیکم، بفرمایین بنشینی. خب چه عجب زینت خانم، را گم کردیم. ما هم از شما یاد گرفتیم. خوب حالت خوبه؟ ای از احوال پرسی های شما بد نیست. بفرمایین. آه نه اینجا نه، بفرمایین اون بالا. خواهش میکنم. یالا ببرمید. چایی میل کنیم. دست درد نکنه دخترم. این چایی یه کمی سرد شده، اجازه بدیم چایی تازه دم براتون بریزم. بله تو چایی تو بخور.
خب بتول خانم جون، دایی رمزون، میخوام با اجازتون یواش یواش اصل مطلب رو شروع کنم. ای با چه عجله ای داریم، چاییتونی میل کنیم اون وقت صحبت میکنیم. چیه لیلا جون؟ مثل این که حالت خوب نیست. چه بابا؟ میخوای یه چای دیگه برات بریزم؟ آره بریز مادر. تو احمد رو دوست نداری، میخوای زن قارون بشی. بطول خانم جون، من فکر میکنم دیگه حاشیه رفتن لازم نیست. میدونی که لیلا و احمد مدت هاست همدیگر رو دوست دارن. حالا اگه اجازه بدین زودتر ترتیب کار عروسیشون رو بدین. من فکر نمیکنم همچی عشقی وجود داشته باشه. لیلا که چیزی به من نگفته. شاید عشق یه طرف هست، چون احمد لیلا رو دوست داره پیش خودش خیال کرده لیلا منو دوست داره. نه خیر، میتونین از خودش بپرسین، من و لیلا همدیگر رو میپرستیم. آره لیلا جون، احمد درست میگه. نه من میخوام با قارون عروسی کنم. لیلا، لیلا میفهمی چی میگی؟ آره، پس میخواستی نفهمم؟ خوشمزه بود نه؟ لیلا، مگه تو همین الان تو گوشه نمیگفتی ما بدون هم نمیتونیم زندگی کنیم؟ برو زودتر مادرتو بیار. شاید این حرفا رو تو خواب شنیده باشی. حال ممکنه. من تا زنده هستم تو رو نمیبخشم. مادر پیرتو آورد اینجا تا اسباب تمسخر دیگرانش بکنی، به گیس سفیدش بخندن. مادر، مادر به خدا من تقصیری ندارم. برو گم شو. پس فطرت بیشر، بالاخره مال دنیا جلوی چشمای تو رو گرفت؟ فقط میخواستی با قلب و روح من بازی کنی؟ من اون قلبی رو که جای آدم کثیفی مثل تو باشه در میارم، پرتش میکنم دور. من که سر در نمیارم، چرا لیلا یهو عوض شد؟ خب معلومه جونم، هیچ که قارونه ول نمی کنه این پسر رو به چسبه. به خدای لایزال قسم، همون شیطون رجیبی که گفتن و خود تو از پاشو پاشو، حالا موقع این حرفا نیست. قارون منتظر ماست، باید لیلا رو ببریم پیشش. عزیز دلم، جون جیگرم، الهی که من فدات بشم، دورت بگردم، فرشته من، ماه من، من میخوام از زبون خودت بشنفم که منو دوست داری و حاضری با هم عروسی کنی. حرف بزن دخترم، خجالت نکش. خیلی دوست دارم قارون جونم. نمیدونم چرا وقتی تو رو میبینم همچین مثل این که جنده شدی، یعنی خوشت میاد. شما رو خیلی دوست داره. آره خوشم میاد، خوشش میاد. زود باش بگو کی با هم عروسی میکنی. عروسی؟ عروسی؟ زود باش، زود باش، وسایل عروسی برا هم کنی. یالا بجون. بزنین عروسی قارونه، کف بزنین عروسی قارونه، قارونه آخه آقای دارونه، مجلس قارونه با گل بارونه، دل تموم مهمونا شادونه، لبونشون مثال گل خندونه. ببین چه ناز داره خوشگله، صورت نازکش چو برگ گله، گردن بلور و ساق پاش مرمری، عروس نگو والله حور و پریز. رازش بشه خرج دو زلفونه، ترازش بشه. رقصه وقت رقصه، هر کس میبینی میرقصه، جمع ماها امشب جمع گل و پروانه و شمع، جشن جشن عروسیه، یاران وقت روبوسیه. ای دوستان شادی کنین، پا بکوبین دست بزنین، امشب قارون خوشحال میشه، خوشبخت و خوش اقبال میشه، جشن جشن عروسیه، یاران وقت روبوسیه. از رقص ما دیدن بکن،
چرخیدن بکن، همچون بکن همچین بکن، ای رقص پا برچین بکن، آی باریکلا میگم ماشالله، تونتر به چرخون زود باشده یالا. ما بیا تورا بیا، اونجا برو اینجا بیا، چون دل بره رنا بیا، مانند این آقا بیا، آی باریکلا میگم ماشالا، اون تر به چرخون زود باشده یالا. ستاره ببین که قارون چه یاری داره، ببین چه ماهی شده نصیبش، ماشالله بر روی دل فریبش. منم ز شادی ترانه خانم، ز دل بری شادمانم، بیا حبیبا تو هم صفا کن، به جشن قارون بیا نگاه کن. متشکرم، ممنون. انشالله که به پای هم پیر بشی. آرون دیگه برای پیر شدن جا نداری، تپوزت داری که قطقی دنگا گلوی با هم شهادت من بشن. خوی یه چیزی منم میگم بشن. ببرد آروم به من گفتش که هفته دیگه عروسی منو تو رو را بیندازی. منم از حاله دارم شکمم رو صابون میزنم. تو شکم تو صابون نمیزنی؟ میخوای با هم بری برختی؟ بذی ببینم چی نمیبینم. بری بذار سسکی پیلم رو بندازم بیرون. اجازه بده بذار شنم بچه تو بیرم ایلا بذارم بشم الهی جون جون. آی بیا عزیزم بگیر بکن جون جون. قربونت بیدم. چی شد عزیزم؟ حالت خوب؟ من کجا هستم؟ مادر نجاتم بده. تو کی هستی؟ چطور من آوردی اینجا؟ چیه؟ چی شده؟ مگه دیوونه شدی؟ چرا این دفعه زد به سرت؟ چرا همچین میکنی؟ نه یا جلو بیشرم پاس فطرت پیر مرد کثیف لعنتی. نه یا جلو تو چطوری من آوردی اینجا؟ از تو تا حالا منو گول میزدی؟ میخواستی کلاه منو برداری؟ از من پول و جواهر بگیری؟ فکر میکنی میتونی از چنگ من در بری؟ بذار من دست و پای تو رو ببوسم. تو رو خدا بیا جوون مردی کن، منو ببخش. بذار برم پیش کسی که دوستش دارم، خواهش میکنم. خفه شو، نمیخوام این حرفا رو بشنوم.
کمبو. در خدمت حاضرم صاحب. کمبو ببین، بدبختر از من دیگه تو این دنیا کسی هست؟ دارم دیوونه میشم، دق میکنم، میمیرم. یالا زود باش همه قدرتتو به کار بنداز، کاری کن عشق من در دل لیلا جا بگیره. خیلی متاسفم صاحب، فراهم کردن عشق و محبت یکی از اون سه کاریه که من نمیتونم انجام بدم. پس من چی کار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ جلو نیا، همون جا وایسا، اگه بیای جلو خودمو میکشم. لازم نیست خودکشی بکنی، درست گوش کن ببین چی میگم. اگه دست از این لجاجت ور نداری، کاری میکنم که روزی صد مرتبه بمیری و زنده بشی. اگه منو تیکه تیکه من بکنی، غیر ممکنه بذارم به من دست بزنی. من از تو متنفرم، مرگ برای من بهتر از زندگی با توه. بس دیگه کمبو، از تو میخوام که این هجلگاه عشق قارون تبدیل به یک سیاه چال بشه و تا آخر عمر این حقباز در چنگ من اسیر باشه. اینقدر اینجا نگرت میدارم تا بمیری و استخونات بپوست. نه قارون، من نمیمیرم. نیروی عشق احمد منو زنده نگه میداری. من از اینجا نجات پیدا میکنم و با اون عروسی میکنم. مگه دیوونه؟ اون نیروی عشق تو از بین میبرم، اون احمد تو رو میکشم. احمد، احمد، احمد. از این به بعد 10% به دستمزد همه شما اضافه میشه و از حالا احمد آقا معاون و سهیم در این کارخونه است. تبریک میگم. متشکرم. سلام. احمد اینجاست؟ بله خانم. میخوام ببینمش. بفرمایید. احمد، احمد، احمد. مادر، تو اینجا چی کار میکنی؟ مادر جان، الان ساعت 3 بعد از نصف شبه. چند وقت تو تا این موقع شب کار میکنی؟ کم کم داری سلامتی تو از دست میدی. آخه چرا؟ برای چی انقدر کار میکنی؟ برای چی؟ پاشو پسرم، پاشو عزیزم، پاشو. مادر، میخوام انقدر کار کنم و پول در بیارم تا منم در سن 60 سالگی بتونم لیلای کسی دیگه ای رو با پول بخرم. پسرم، هنوز به فکر لیلایی؟ فراموشش کن. اینقدر از لیلا بهتر تو این شهر هستن که برای پول ارزش و اهمیتی قائل نمیشن و خودشونو به پول نمیفروشن که حساب نداره. آخه همه که یه جور نیستن. بیا بریم پسرم، بیا عزیز دلم. برو بریم. من لیلا رو برای گردش به دور دنیا فرستادم. همین دیروز هم از او خبر داشتم که حالش خیلی خوبه. الهی خدا عمرتون بده. خب دیگه، ما با اجازتون مرخص میشیم. با اجازت.
کجا میرین؟ چه عجله دارین؟ راستی بعض اون پسره اسمش چی بود؟ احمد اون چطوره؟ اون کارگاهش بالا گرفته، واش خودش آدمی شده، دم و دستگاهی به هم زده، جنسایی که تو کارخونش درست میکنه لنگه نداره. خوب که اینطور. خب رمزی جون بریم دیگه، دیر شده. مرحمت شما زیاد. یا الله، خدا حافظ. خدا خوش اومدین. خدا حافظ. به سلامت. به راننده من بگو برسنه توشون منزل. اطاعت قربان. گمبو. بله صاحب. میخوام اجناس مشابه کارخونه احمدو برام فراهم کنی. من باید اونا رو تو بازار به نصف قیمت بفروشی. قارون، مواظب خودت باش. تو دیگه داری پاتو از گلیمت زیادتر دراز میکنی. هیچ معلوم هست چی داری میگی؟ مثل اینکه حواست سر جاش نیست. برعکس، خیلی هم حواسم سر جاشه. تو دیگه از دنیا بیخبر شدی، اینقدر تو خودت فرو رفتی که از اون بالا هم غافل موندی. اونجا یه وجدان بیدار هست، کسی که شاهد و ناظر تمام اعمال و رفتار ماست. به بیرحمی ها و شقاوت تو نگاه میکنه و خاموشه. اما وای به حالت وقتی که از تو رو برگرد، اون وقتی که مرغان هوا و ماهی های دریا به حالت گریه میکنه. دهنتو ببند احمق. اگه به خاطر چند سال خدمت و وفاداریت نبود، بونه تو از پس جردن بیرون میکشیدم. نمک نشناس. درست، من نمک نشناسم. زن و بچت هم نمک نشناس بودن که اونا رو سالها از خودت روندی. معلوم نیست که اونا کجا هستن و با چه فلاکت و بدبختی زندگی میکنن. قارون، اینقدر ظلم نکن، اینقدر بیره نباد. تو از جلو چشمن دور شو، که نمیخوام ببینمت. بسیار. من بیرحمم؟ نه، من میخوام انتقام بگیرم. مگه کسی به من رحم کرد؟ یه عمری رو تو بدبختی و دربدری گذروندم، همه از من رو برگردوندن. نه، مثل اینکه یادت رفته قارون بزرگ، 20 سال پیش به خاطر هوس رو نیاز زن و بچه تو از خودت روند یا با اون وضع دلخراش از خونت بیرون کردی. هیچ میدونی اون بیچاره ها کجا هستن و چی کار میکنن؟ تو دیگه کی هستی؟ من وجدانتم. بس دیگه، نمیخوام ببینمت، نمیخوام حرف بزنی. برو گم شو. رجا، داری میری؟ خداحافظ. وایسا رجا. نرو رجا. رجا وایسا. رجا کجا داری میری؟ میرم پیش آمیرجا، اون کسی که چند سال نوکرش بودم و با نون خالی و بد خوبش ساختم. تو منو میگی؟ نه، تو قارونی، آمیرجا نیست. تو با چشمای بازت حقیقتو نمیبینی. خیال میکنی خالق عالم همه بنده هاشو فروخته و نخوچ کشمش خریده ریخته تو جیب تو. اما غافلی که این یه آزمایش. اونایی که تو چنگ تو افتادن و اسیر شهوت و طمع تو شدن همه بنده های همین خدا هست. به ترس از روزی که جرقه خشم خدا دومن تو بگیره. به ترس از روزی که فریاد الامان دادرسی نداشته باشه. من تنها ندارم. چی شد؟ آمیزا ببخشید. قارون، 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 بیا کمک کنید. چی شده دکتر؟ چه شده؟ یواشتر حرف بزن. چیه؟ چه خبره؟ هیچی، حالتون خوب نبود براتون دکتر آوردی. من مریض نیستم، دکتر نمیخوام. من که هنوز نمردم که شما اومدین مثل مرد خورا دورم و گرفتین. یالا برین بیرون از خونه من. برین بیرون، برین بیرون. تا
پاشو بره بیرون خیلی گنده. عصبانی نشو، عیبی نداره آمیز. بگو هیچ کس حق نداره تو اتاق من بیاد. چشم، میخوام راحت باشم. اونم چشم، راحت باشم، میخوام یه دقیقه بخوابم. نه 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 بخوابم. حالا من میرم میگم هیچکی نیاد. نه نه خمبو، آی خمبو جونم، به دادم برس، دستم به دامنت خمبو جون، به هم ثابت شد، تو دنیا هیچی بهتر از سلامتی نیست، سلامتی، واسه همین خواستمت، واسه همین، به هم سلامتی بده. این دومین چیزیه که من نمیتونم به شما بدم، چون سلامتی دست خداست. برو گم شو تو هم، تو هم دیگه به درد من نمیخوری بابا. هری مادر، مادر احمد چی شده پسرم؟ چه اتفاقی افتاده ها؟ مادر بیچاره شدم، نمیدونم چی کار کنم. مگه چطور شده؟ قارون به خاطر دشمنی با من هم ردیف محصولات کارخونه ما رو وارد بازار کرده، به نصف قیمت داره میفروشه. تمام مشتریامون جنسایی ما رو پس آوردن. اگه وضع همینطور پیش بره نمیتونیم تعهدات کارخونه رو بپردازیم. طلبکارا میریزن سرمون، میگیرن و میندازنمون تو زندو. آخه چرا؟ تو که به اون کاری نکردی. نمیدونم مادر، نمیدونم. عیب نداره پسرم، خدا بزرگه، توکل به خدا کن و از هیچی نترس. پاشو بذارم، پاشو. آخ مادر، خدای خدایا، تمام مریضای اسلام رو شفا بده، درد دردمندان دوا، قرض قرضمندان را ادا، حاجت مستمندان را برآورده کن. خدایا قسمت میدم به اون امام هشتم که قفلشو گرفتم، گره از کار تنها فرزند دلبند من واکن. هرگز نمیدانم ای
جان و جانانم با غم چه سازم، با دوری رویم بی عشق و بی یار و همدم چه سازم. طبیعت ما دورا از هم جدا کرده، بنگر که این نامهربان با ما چه ها کرده، تا کی بسوزد قلب ما در آتش دوری، تا کی بسازد جان ما با رنج مهجوری. آشنای عشقم بشنو نوای عشقم، دیگر مکن شکایت با ناامیدی، زیرا بدان که ای جان این بود رسم دوران، پایان شام هجران سفیدی. در این قفس تابم، در آتش و در آبم، از دست حیله های پیر ستمگر، چون مرغ زار و نالان افتادم به زندان، خواهم خدا فنای پیر زندان. می کشم چی شد؟ مادر چیه؟ الان نیله رو خواب می دیدم که قارون اونو انداخته توی یه سیاسال مخد با کشتش. مادر جون فکر لیلا رو از سرت بیرون کن، اون دیگه شوهر کرده. نه مادر، من باید هر طور شده انتقامم و از این پیر لعنتی بگیرم. اون عشق من و زندگی من و امید من از دستم گرفت، حالام داره نابودم میکنه. من قبل از اینکه از بین برم اونو میکشم. میکشم نه بذارم. سب کن، کجا داری میری؟ اول میکشتمت، میخوام این انگشتر لعنتی رو ازت دور کنم. اونو بندست دور، تا وقتی اون تو دست توست روز به روز زندگیت بدتر و سیاه‌تر میشه، دم به دم گناهانت بیشتر میشه. دروغگوی هرم رقمه، فکر میکنی با این حرفات میتونی منو گول بزنی؟ نه قارون، من میخوام بهت خدمت کنم، اینو میخوام ازت دور کنم. بده همین دهاتا نفهم رسیبا ایمونشو بیعقل تو از دفنانی من. من اونو کشتم، من اونو کشتم. تو قاتلی، منو کشتی. نه تو افریتی پ
پیر و سیاه ده. تو بیرحم، تو جنایتکاری، قاتل، قاتل، قاتل. نه نه نه، خدای من، خدای من. وای خمبو، خمبو جونم، دستم به دامنت، دارم میمیرم، یه کاری واسم بکن، وجدانم منو عذاب میده، من دست این عذاب وجدان راحت کن. صاحب، این سومین چیزیه که من نمیتونم براتون انجام بدم. پس من چیکار بکنم، چیکار بکنم؟ خمبو جون، ازت خواهش میکنم یه کاری برای من انجام بده، عوضش در دنیا و آخرت من غلام حلقه به گوش تو میشم. اطاعت صاحب. بیا اینو بگیر، منو بکش، از این زندگی راحتم کن. نه صاحب، آدم کشی کار من نیست، کار بعضی از شما انسان هاست که به خاطر مال و منال دنیا خون همدیگر رو میریزین و همدیگر رو تیکه تیکه میکنین. خدا، خدای من، خدا، خدا. بیا، چه خبره؟ من و این بچه تو داریم جون میکنیم و زندگی میکنیم، ما که با تو کاری نداریم، چرا؟ چرا دست از سر ما بر نمیداریم؟ چی میگه مادر؟ یعنی این پدر منه؟ آره پسرم، بیا بریم، بیا. پسر، حیف کلمه پدر که من به تو بگم، تو بویی از شرافت و انسانیت نبردی. بریم مادر. بریم. صبر کن، بایسی یه دقیقه، بایسی، میخوام با هاتون حرف بزنم. صبر کن جون من، نه اگه شما نمونین اون از قصه میمیر. نه ما نمیتونیم، ازتون خواهش میکنم به اون رحم کنیم همونطور که اون به ما رحم کرد. بریم مادر. نه، تو رو خدا نری، من به شما احتیاج. تو قلب روح منو کشتی، من تو رو نمی بخشم. بریم مادر. بریم.
احمد! لیلا! توی مادر! لیلا! پس خواب من حقیقت داشت؟ احمد منو نجات بدی! لازم نیست اون تو رو نجات بدی! از شما خواهش میکنم منو نجات بدی! از این عذاب و شکنجه وجدان خلاصم کن! من به شما همه بد کردم! از کرده خودم پشیمونم! تو رو خدا منو ببخشی! عفو کن! تو قابل بخشش نیستی! تو یه روباه مکاری که هر لحظه به رنگی در میاد! خدا باید تو ببخشه! سزای کار تو رو اون باید بده! خدایا! این چه زندگی نکبتباریه که برم درست کردی! جون منو بگیر و راحتم کن! من از تو مرگ میخوام! مرگ! بگه راحتم کن! من یه اون زجر و عذاب کشیدم! برای اشتباهی که کردم زن و بچه‌مو از دست دادم! عقلمو از دست دادم! این همه عذاب دیگه کافی نیست! حالا که تو هم به داد من نمیرسی، خودم به داد خودم میرسی. من نمیدونم به چه رویی به شما نگاه کنم. اب نداره، گذشته ها هرچی بود گذشت. بله، ماهی رو هر وقت آب بگیری تازه میشه خورده. دخترم، امیدوارم تو هم منو بیده باشی. تو و احمد برای هم ساخته شدین. امیدوارم به پای هم پیر بشی. بیا پسرم، تمام اموالم به این انگشتر رو به عنوان هدیه به تو میدم. برای این انگشتر گنج گرانبهایی ها. متشکرم. ده این چی؟ اون غلام انگشتره. هر چی که آرزو بکنی و بخوای برات فراهم میکنه. نه پدر، من ثروت تو رو نمیخوام. من همیشه اتکا به خودم داشتم، رو پای خودم واسدم. از این به بعدم میخوام با زور بازوی خودم کار کنم و نون در بیارم. میخوام با وجدان آسوده زندگی کنم. بیا این انگشتر رو به خودت میبخشم. هر جا دلت بخواد میتونی بری. ممنونم صاحب. ای کاش همه قدرت ها دست کسانی باشه که خوب فکر میکنن تا بتونن زندگی خوب و راحتی برای خودشون و دیگران فراهم کنن. نظر به جوانمردی که نسبت به من کردین، اون چه از مال دنیا برای شما به ارمغان آوردم میگذارم و شما رو به خدا میسپارم. عشق مافوق همه و آزادی مافوق عشق. موشه؟ موشه؟ نگاه کن، یه جیم شد. خدا رو شکر، من دیگه هیچی از مال دنیا نمیخوام، فقط از خدا میخوام که سلامتی و راحت